و میخواین در مورد امی چهار استاد که دعوتگر بسیار مشهور به سلفیت هستن و جوانایی که شاگرداش بود دو جمع در گروه دولت اسلامی یا معصوم بداشت در ننگرهار دیده بودم، در مورد از یا گپ بزنم. چهار کسی که بسیار مشهور است در اینا، اول در رأس شیخ متوکل است، بعدا مولیس مبشر است و مولیس معروف راسخ و ظاهر دایی است. و اینا جوانان را از زمانی که ما معسل بودیم و وقت ایگه پای سلفیت و حنفیت و بحث اختلافی اصلا نبود، امی بحثا را امینا در شبکه اجتماعی خصوصا فیسبوک زیادتر بحث میکردن. و وقتی که ما به ننگرهار رفتیم در اوجه شاگردای بسیار زیادی دیدیم، خصوصا از مولیس متوکل در مسجدش که بود، بعدا از مولی مبشر و زردهی و مولیس معروف کمی ها یک گروپ هستن. در مجموعه تو معلوم میشد که مرحله اول ثقافت سازی یا سلفی سازی جوان است، بعد از او استفاده از سلفیت به طرف گروه داعش یا دولت اسلامی است. و بعضی هایشان مثل شیخ متوکل که پسرش هم اونجا است و بدرزاده شمالی استشهادی را یا فدایی را انجام داده، و اما طور از شاگردای مولیس مبشر در وجه که میان میگن ما توسط دعوت مولی مبشر از پانتون کابل از پانزه فارماسی از علوم اجتماعی از بچه که میان به دعوت مولی مبشر میان که سرشان ساد میداشته باشه، بعدن دعوت به سلفیت، باز بچه که سلفی شد در مزیدهایشان و در بحثایشان بعدن استفاده از امو سلفیت و رهنمایی به طرف ننگرهار و امثال از اینا. ویدیویش که دوج از مولی مبشر مشهور است، از مولی متوکل که دولت اسلامی را دولت به حق میخوانه، میگه از این خاطر سقوط نمیخوره که امی کسایش که دهی هستن به مرگ افتخار میکنن. به می شکل بعضی ها شاگردایش بوده و بعضی ها از خودگیایش و حتی از زای فامیلشان دوج دیده شده. خود در مجموع مولی مبشر در سطح پانتونا چون جوان است، مولی صاحب زایر دایی و متوکلینا در داخل پانزه شریعت که یکی از استادای ما با نام استاد ابوالبرق قصه کرده بود که من یک جریده را نشته کردم و به استادای پانتون کابل در پانزه شریعت رایی کردم از طریق مباشر که نه فتوا به جهاد بود. من خودم به ننگرهار رفته بودم، توسط یک استادای پانتون دعوت شدیم رفتیم به گروه دولت اسلامی هنش. بعد در بین ما نفوذ کرد و چند بچه که کادرهای پانتون بود یارا جلب و جذب کرد. بعد از آماده شدیم به رفتن دیگه. بعد از اینکه رفتیم یک مدت زمان دوستای ما پشت پشت شهید شده می رفتن، ما نمی تونستیم بیم. در مورد دو نفر از استاد، یک استاد ظاهر دایی و استاد معروف راسخ، گفتنی می ایست که درست از لحاظ فکری اونها منصوب هستند به جریان سلفیت، اما و به خاطر از این که مردم بیشتر فریب جریانات منحرف را نخورند که ضررش بر جامعه هست، بر همه افراد جامعه هست، توسط تبلیغات ناحق از اونها فریب خورده بودیم، از اون ذهنیت های خود برگشتیم. و به همین خاطر من توقع دارم که امی فرصت بره علما و بزرگان داده شوه که بتونن نقش مثبت خود ایجاد ایفا بکنن در جلوگیری از جلب و جذب جوانان توسط نیروهایی که متاسفانه به ضرر جامعه و به ضرر مردم هستند و باعث ریختن خون مردم میشن. چون از لحاظ اسلامی هم هیچ گناهی بزرگتر از قتل و ریختن خون ناحق نیست و جریان به نام داعش هیچ کاری به جز ریختن خون ناحق نداره. و اسم احمد فاروق، ولد جنات گل، استاد بلزر دایی و معروف راسخ دیگه متوکل، مختلف درس ها جای ثبت میشد. مسئولیت خود ما می بود که یکی از استادا را از استاد متوکل درس هاش ثبت کنم. اسم احمد طارق، ولد جنات گل، ولد عبدالوکیل، تقریبا از اینا مثلا مولوی صاحب متوکل است، مولوی صاحب عبدالحسیب است، مولوی صاحب معروف راسخ است، مولوی صاحب مبشر مسلمیار است، استاد عبدالظاهر دایی است که در این بین از یه مثلا هر کدامشان تقریبا درس میده در هر جای، در مسجد و در پانتون و در بعض درسای شخصی. و از بین از یه مولوی صاحب معروف راسخ که است، استاد پانتون کابل هم است و در امام مسجد لیلی پانتون کابل است. و در اینجا فقط روزای جمعه هم درس میده، تفسیر هم درس میده، حدیث هم درس میده که با سلفیت دعوت میکنه. دیگه نمی فقط یار که میشستم دیگه نمی خطر بود از این با بعدش مثلا که اول مردم سلفی شد و بعد از این سلفی ها رو چرخیم به تایش جذب میکنه دیگه از این دیگه